بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم و امیدوارم که روزهای اول سال 1390 خورشیدی را با شادی و سرافرازی سپری کرده باشید و همه چیز وفق مراد شما عزیزان بوده باشه و امیدوارم که روزهایی که در پیش دارید در این سال نو روزهایی باشه سرشار از موفقیت، سلامتی و امید برای همه شما عزیزان. برنامه امروز ما برنامه است ویژه. گذری خواهیم داشت به برنامه‌های سال 1389 خورشیدی و مروری خواهیم داشت بر ایمیل‌های دریافته شده از شما عزیزان. جهت یادآوری، شاید بیشتر شما عزیزان هم مطلع باشید که برنامه‌های برای فردا به منظور فردایی بهتر برای تک تک شما عزیزان ساخته میشه، ولی اجازه بدید که در این آغاز از شما عزیزانی که در ارتباط با عید نوروز و سال نو برای ما تبریکات محبت آمیز خودتون رو فرستادید سپاسگزاری بکنم و برای شما عزیزان چندی از این ایمیل ها رو بخونم. ایمیلی را دریافت کردیم از خانم و آقای کی که در ایمیلشون نوشتند: سلام خدمت شما حضرات، نوروز 1390 مبارک. امیدواریم شادکام و پیروز باشید. پس از عرض تبریک سال نو از سری برنامه‌های جدید شما درباره لوح دنیا متشکریم. خوشحال می‌شویم در صورت امکان لوح دنیا را داشته باشیم. داشتن لوح الان میتواند به ما کمک کند، زیرا سابقه آن و شرایط اجتماعی و سیاسی را به همراه مطالبی که بی اندازه زیبا از حفظ میخواندند میدانیم. البته اشارهشون هست به مجموعه برنامه‌هایی که در پایان سال داشتیم با خانم نادیا ریاضتی در ارتباط با یکی از آثار حضرت بهاءالله با عنوان لوح دنیا. اینجا اشاره می‌فرمان و همینجا این رو عرض کنم که بسیاری از شما بینندگان عزیز با ما در تماس بودید و متن این لوح رو از ما خواستید که ما برای شما ارسال کردیم. در ادامه ایمیلشون نوشتند: همسرم و من امیدواریم همیشه شادکام باشید. شما برای شما آرزوی بهروزی و موفقیت روزافزون داریم. ای کاش این مدعیان دین و نیز مدعیان وطن دوستی و آنها که سنگ کوروش بزرگ را به سینه میزنند ببینند و کمی بفهمند و درس بگیرند. سالی بسیار موفق را برای شما دست‌اندرکاران محترم نوین تیوی امیدواریم. ما هم برای شما عزیزان سالی سرشار از موفقیت و شادی و سلامتی امیدوار هستیم و بسیار ممنون هستیم که با ایمیل های محبت آمیز خودتون همیشه ما رو مورد تشویق قرار میدید و به ما این قوت و انرژی رو میدید که ما کار خودمون ادامه بدیم. همینجا هم مناسب میدونم از همکاران عزیزم در بخش تماس ها تشکر بکنم که همیشه سعی و کوشششون بر این هست که هر چه زودتر بتونن به ایمیل های شما عزیزان پاسخ بدن و اگر چیزی رو درخواست میکنید از اونها بتونن براتون بفرستند. ایمیل دیگری رو دریافت کردیم از بیننده گرامی، برادری عزیز، که در ایمیل خودش نوشته: سلام خانم روحانی، سلام به همکارانتان، سال نو به همگی مبارک، تبریک عرض می کنم. نماز و روزه هاتون هم قبول باشه. نمیدانم آیا شما هم همین رو به هم می گویید؟ من این رو می دانم. امیدوارم سال خوبی داشته باشید و پر از مهربانی و نیکی به دیگران مثل همیشه. بسیار ممنون از شما برادر گرامی از اینکه این ایمیل رو برای ما فرستادید. البته دوستان عزیز، همونطوری که شاید آگاه باشید، بهاییان 19 روز به پایان سال یا به عید نوروز روزداری دارند و در فرهنگ زیبای ایرانی ما عباراتی هست که همه ما ایرانی ها از اون استفاده می کنیم و ما هم همچنان همین رو میگیم که نماز روزه هاتون قبول. و اینجا مناسب میدونم که به تمام بهایان دنیا این رو عرض کنم که انشالله که نماز و روزه هاتون قبول درگاه حق بوده. خب یکی دیگه از ایمیل هایی که ما دریافت کردیم از بینندهی بهایی بوده که نوشته: الله و ابها، خدمت شما عزیزان و دوستان گرامی و عید نوروز و صیام مبارک.
خیلی از برنامه‌های شما متشکریم، ولی به دلیل سرعت کند اینترنت نشده که به شما ایمیل بدهم و اکنون هم دیر وقت است، کمی سرعت خوب شده است. خیلی ممنون از همه بهایان نوین تیوی و شما دستندرکاران محترم. عید صیام رو هم به شما عزیز بیننده عزیز تبریک عرض می‌کنیم و همینطور سال نو، و بسیار ممنون که برای ما ایمیل فرستادید. البته بسیاری از بینندگان عزیزمون این موضوع رو با ما در میون گذاشتن که متاسفانه سرعت اینترنت در ایران همیشه کند هست و خیلی سخت هست که برای ما بتونن ایمیل بفرستند، ولی با پشتکاری که دارند، با محبت و عشقی که دارند، همچنان برای ما این ایمیل ها رو میفرستند. بنابراین بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان. و اما آخرین ایمیلی رو که با شما عزیزان در میون خواهم گذاشت، ایمیلی است که از بیننده بسیار گرامی دریافت کردیم. در این ایمیل نوشته: سلام علیکم، عید نوروز شما مبارک. نوین تیوی، امیدوارم امسال سال آگاهی شما از حقیقت باشد. سال 1390 امیدوارم سال خوب و هدایت باشد. هر کس هدایت می کند بکند. بهاءالله یا امام زمان، من میخوام این هدایت رو ببینم. دوست عزیز، ما هم امیدواریم که این سال، سال 90 خورشیدی، سال آگاهی باشه، زیرا آگاهی موضوعی است بسیار مهم و جهل و نادانی اس اساس تمام مشاکلی است که ما امروز با اون روبرو هستیم. خب دوستان عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امروز گذری خواهیم داشت به برنامه‌های سال پیش و بخش‌هایی رو برای شما عزیزان انتخاب کردم که با هم می‌بینیم. دیانت بهایی هر دینی رو تکمیل دیانت قبلی میبینه، دین قبلی میبینه. مثلا برداشت ما، دید ما این هست که دیانت بهایی تکمیل اسلام هست، اسلام تکمیل مسیحیت بود، مسیحیت تکمیل دیانت یهودی بود. پس بنابراین کسی که یک دید جدیدی رو میبینه و اون رو قبول میکنه و حاضر اون روش رو برداره، آیا روش قبلش از دست داده؟ نه. این در واقع یه خورده طرز تفکر و طرز عملش عوض شده، ولی این نیست که رو برگردونده به از دیانت خودش. اگر اجازه بدید برگردیم به کتاب سیر تکاملی احکام کتاب اقدس. شما توضیح دادید خانم مانی که کتاب اقدس کتاب احکام دین بهایی هست برای بهاییان. آیا بهاییان فقط همین کتاب رو دارن؟ حضرت بهاءالله بیش از 100 جلد کتاب از آثار اینا نازل فرمودن. بله. که بین این 100 جلد کتاب از آثار، کتاب اقدس از همه مهمتره. علتش هم این هست که این کتاب شامل احکام، نه تنها احکام بلکه تعالیم دور بهایی هست. و از این نظر مقام خاصی رو داره. حالا چرا، اگر مایل بودید، اگر میخواید بدونید که چرا حضرت بهاءالله احکام تازه نازل فرمودن و تعالیم تازه، علتش این هست که دعوی حضرت بهاءالله تجدید بنای عالم هست. برای تجدید بنای عالم، چون زمان تغییر کرده و همه چیز تکامل پیدا کرده، احکام روحانی و دینی، گرچه احکام تعالیم روحانی اساسش یکی هست و تغییر ناپذیره، ولی احکام اجتماعی به خاطر تغییر زمان باید مطابق مقتضیات روز عوض بشه. بله. و الا بشر همیشه یک جا میمونه. و این تجدید احکام اجتماعی هست که معمولا باعث اختلاف میشه بین ادیانی که قبلا وجود داشتن و ادعا دارن که احکام دیانتشون باید همیشه همونطور پا بر جا بمونه. ولی مظهر ظهور جدید معمولا احکام جدید میاره که اجتماع و اونطوری که باید تربیت کنه،
که به هدف حیات برسه. آیا این در ادیان دیگه به همین صورت بوده؟ شما فرمودید که اصل یکی هست. بله، اصول روحانی پا همیشه باقی میمونه. هیچ دیانتی نمیگه دزدی خوب هست، دروغگوی خوب هست، اینها همیشه ثابت میمونه. ولی احکام اجتماعی، کسی که کسی رو بکشه مثلا چطور باید قصاص گرفته بشه، این نوع احکام نسخ شده یا تکمیل شده. تبادل و یک به اصطلاح تنظیم میشه بین دو دولت عثمانی، امپراتوری عثمانی و ایران، که حضرت بهاءالله رو هرچی بیشتر از ایران دور و دورتر بکنن و در طول ایام در نهایت به اینجا میرسه که در نهایت ایشون در قلعه عکا مسجون میشن. و همونطوری که میترا جان اشاره کردن، اصلا عکا اون زمان به بدی آب و هوا و شرایط معروف بوده، حالا چه بماند که دیگه در قلعه هم کسی رو بخوان محبوس بکنن. و ابتدا که وارد میشن، آب آشامیدنی رو از ایشون و همراهاشون دریغ میکنن، اجازه نمیدن که از قلعه خارج بشن بتونن طعامی تهیه بکنن. وضعیت خیلی بدی بوده، خیلی ها اونجا بیمار میشن، بعضی از همراهانشون بیمار میشن و سقوط میکنن متاسفانه. به هر صورت ماجراها مفصله. موقع 1400 سال پیش اصلا کسی سواد خواندن نداشته، خیلی تعداد معدودی بودن کسایی که میتونستن مثلا قرآن رو بخونن یا اصلا دسترسی داشته باشن به اون کتاب‌ها، دسترسی داشته باشن بله بتونن بخونن و تعمق کنن. مسلما لازم بوده که مرجع تقلیدی داشته باشن. خب اون موقع 150 سال پیش حضرت بهاءالله تحریه حقیقت رو آوردن، یعنی اینکه دیگه ما الان نوع بشر به بلوغ رسیده و ما میتونیم خودمون تصمیم بگیریم با دید خودمون، با چش خودمون، با فکر خودمون. و در ضمن از اون موقع تا الان به صورت خیلی سریع سواد در دنیا پیشرفت کرده و الان مخصوصا در کشورهای که به قول معروف توسعه یافته صداشون میکنن، اونها تعلیم و تربیت اجباریه، بچه ها باید برن مدرسه، تقریبا همه اکثریت سواد دارن. وقتی ما صحبت از یک نظام غیر دینی میکنیم و بیان میکنیم که حضرت بهاءالله وجاهت یک دولت غیر مذهبی رو تأیید میفرمایند، این به این جهت هست که تنها در یک نظام غیر دینی، نه ضد دینی، غیر دینی، آزادی ادیان امکان پذیر هست و فضا مساعد هست برای اینکه ادیان مختلف به گفتگو و مذاکره هم برخیزند و بنشینند، و یا اینکه پیروان ادیان مختلف به اون چیزی که معتقد هستند بتوانند عمل بکنند. همونطور که میدونید جناب طاهره یکی از 18 مؤمنین اولیه به حضرت باب بودند که ما به اونها به عنوان حروف حی اشاره میکنیم و تنها بانویی که در بله. در حقیقت در این در ردیف این 18 مؤمنین قرار گرفتند و ایشان مستقلن مقام حضرت باب رو شناخت و به ایشون ایمان آورد. وقتی که میفهمیم مستقلن مقام حضرت باب رو شناخت، چه مقامی؟ یعنی کدام مقام حضرت باب؟ مقام حضرت باب به عنوان موعود همه ادیان و خصوصا به عنوان قائم موعود. و در برنامه امروز در کنار میهمانان عزیز برنامه به بررسی یکی از آثار و نوشتجات حضرت بهاءالله با عنوان لوح بشارات خواهیم پرداخت. لوح بشارات در واقع موجزترین و مفصلترین لوح هست، چرا که دارای 15 اصل هست که هر کدوم رو حضرت بهاءالله به عنوان یک بشارت ذکر میفرمایند. این خبر خوشی که مردم زمین الان سالهاست منتظرش هستن، اون بنای صلح جهانیه. بله. از اولین روز که اگر دقت کنید در آثار و آیات الهی از زمان حضرت موسی، خبر خوشی بوده که روزی خواهد بود که صلح جهانی بیان خواهد شد. و این پیام حضرت بهاءالله، این لوح حضرت بهاءالله، بیان بسیار مختصر هست ولی بسیار جالب در معنی که نقشه و نسخه که این صلح جهانی چجوری بنا خواهد شد رو درش بیان فرمودند.
و در این بشاراتی هست که خطاب به افراد هست و بشاراتی هست که خطاب به جامعه جهانی و حتی به سیاستمداران و رؤسای عرضه که چطوری میتونن با هم این صلح جهانی رو بنیان کنن. حضرت بهاءالله به عنوان مثال همونطور که پیشتر هم عرض کردم بسیار اظهار تأسف میکنند بر حال ایران و ایرانیان. مثلا میفرمایند که نبأ عظیم میفرماید، نبأ عظیم اشاره هست به خودشون، یعنی در واقع نبأ عظیم به معنای خبر بزرگ هست، اشاره هست به نام سوره مبارکه قرآنی سوره نبأ که در همون ابتدا اشاره میکند خداوند به اینکه عما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه میپرسن؟ از خبر بزرگ. و بعد در این آیه اشاره میشود به این که مقصود از این خبر خبر قیامت است و حضرت بهاءالله این رو در واقع با ظهور خودشون تطبیق میدهند و لذا گاهی اوقات در برخی از الواح خود رو همون نبأ عظیم و متحقق کننده اون نبأ عظیم میدانند. بدین ترتیب میفرمایند که نبأ عظیم میفرماید ای اصحاب ایران، شما مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبت بوده اید، آفاق عالم به نور خرد شما مزین، حال چه شده که به دست خود به هلاکت خود و دوستان خود قیام کرده اید؟ اصحاب ایران یعنی اهل ایران و همه ایرانیان رو ایشون اصحاب خطاب میکنن، یعنی یاران، یعنی دوستان، یعنی هموطنان، هموطنانی که برای حضرت بهاءالله مهم بودند و اون تمامی ایرانیان رو تشکیل میدادن و میفرمایند که چی شده شما با اون قابلیت هایی که داشتید که مشرق رحمت بودید، مطلع شفقت و دلسوزی و محبت بوده اید، و از طرفی اشاره هم به خرد ایرانیان می کنند و بنابراین اظهار تعجب می کنند که چه شده که در واقع شما به قتل خود و دوستان خود یعنی هموطنان خودتون قیام کردید، و این هموطنان برخی از اونها در واقع پیروان جامعه بهایی رو تشکیل می دادن، برخی از اونها، نه لزوماً همه اونها. خب بینندگان عزیز، این بود بخش هایی که برای شما انتخاب کرده بودیم از برنامه های سال پیش برای فردا. البته همونطوری که قبلا هم خدمتون عرض کردم، بسیاری از شما عزیزان با ما در تماس هستید، از ما سوالاتی رو میپرسید که ما اگر سعی میکنیم که به پرسش های شما از طریق ایمیل جواب بدیم، ولی اگر این پرسش ها پرسش هایی باشه که تکراری باشه و یا تعداد زیاد از شما عزیزان از ما همون مسائل رو بپرسید، ما سعی میکنیم که برنامه هایی رو تهیه بکنیم در جواب این پرسش ها و در جواب پیشنهادات شما عزیزان. مایل هستم که بعضی از این پرسش ها رو که بسیاری از شما عزیزان از ما پرسیدید و ما هم برنامه تهیه کردیم و به شما عزیزان ارائه دادیم رو با شما در میون بگذارم. برخی از این پرسش ها اینها بودند: اصول بنیادین دین بهایی چیست؟ آیا بهاییت فرقه هست؟ زمینه هایی که منجر به تضییقات وارده بر بهاییان ایران می شود چیست؟ بعضی از شما هم از ما خواسته بودید در ارتباط با دیدگاه جهانبینی آیین بهایی برای شما صحبت کنیم. شفاعت بهاییان از دشمنان کی بوده و در مورد اون صحبت بشه. برای بهایی شدن چه باید کرد؟ بهاییان برای آزادی و رفاه عمومی چه می کنند؟ که ما تعدادی از برنامه هامون رو به این موضوع اختصاص دادیم و فعالیت های بهاییان و جوامع بهایی رو در سرتاسر دنیا به شما عزیزان ارائه دادیم. چرا بهاییان در امور سیاسی دخالت نمی کنند؟ آثار بهایی در مورد امنیت جمعی و صلح عمومی چیست؟ مقام باب و بهاءالله را توضیح بدید. و بعضی از ما پرسیده بودند که چرا بعضی از آثار بهایی به زبان عربی است. همینطور مجموعه داشتیم در ارتباط با الواح ملوک و سلاطین که حضرت بهاءالله پادشاهان را مورد خطاب قرار داده بودند و بسیار از شما از ما پرسیدید که اگر حضرت بهاءالله الواحی را به پادشاهان فرستادند، آیا خود این اقدام دخالت در سیاست نیست؟ همینطور بعضی از شما از ما پرسیدید که آیا بهاییان نماز و روزه دارند، احکام دارند، کتاب دارند؟
و اینکه آیا بهائیان دین اسلام، دین مسیحی، دین یهودی و دین زرتشتی را قبول دارند و یا آنها را از دیگران حساب می کنند. و همینطور از ما خواسته بودید که در ارتباط با تحلیلاتی در ارتباط با موقعیت کنونی ایران و راه‌حل‌هایی که دین بهایی ارائه کرده که به درد مشاکل امروزه ایران می‌خوره ما بتونیم صحبت بکنیم. از ما در مورد ایران، هویت ملی، نقش دین بهایی در سرزمین ایران رو از ما پرسیدید و همینطور در ارتباط این که آیا در آثار دیانت بهایی در مورد آینده ایران چیزی اومده یا نه. عده از شما عزیزان از ما پرسیدید که در پیام‌های بیت العدل اعظم، شورای عالی حاکمه جامعه جهانی بهایی چه آمده و چه مسائلی رو با بهاییان در میون می‌گذارن؟ و سوالی که همیشه در میون هست و بسیار از شما بینندگان عزیز از ما می‌پرسید که آیا بهاییت ساخته و پرداخته استعمار نیست؟ هدف هر مذهب جدیدی یک تمدنی جدیده، تمدنی برتر و بالاتر از تمدن قبلی، و دیانت بهایی هم همین هدف رو داره. برای به وجود آمدن این تحول در جامعه باید روش زندگی من باید فرق بکنه، یک تحولی باید پیش بیاد، جامعه باید از اون لحاظ جامعه عوض میشه، با عوض شدن من جامعه عوض میشه و شخص و بعد محیطی که اون شخص، یعنی در واقع ناحیه کوچکتر، و بعد میرسیم به عالم دنیا. این تحولات در واقع هر کدوم روی پایه و اساس تحول یک واحد کوچکتر است که واحد اصلی در واقع اشخاص هستند. بیت العدل اعظم می‌فرمایند کلید نجات از این مصائب اجتماعی در دست نسل جوانی است که به شرافت نوع انسان معتقد بوده، اشتیاقی وافر برای درک هدف واقعی عالم هستی داشته باشد. بین تدین حقیقی و خرافات مذهبی فرق قائل شود، علم و دین را دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگر و محرک پیشرفت نوع انسان شمارد. زیبایی و کارایی وحدت در کثرت را درک کرده، آن را با آغوش باز بپذیرد. سعادت و عزت خود را در خدمت به هموطنان و دیگر مردم جهان ببیند و مقبولیت ثروت را موکول به کسب عادلانه و مصرف آن در امور خیریه و در راه ترویج معارف و علوم و تأمین منافع عمومی بداند. هدف ما یک جامعه برابر و متحد هست که نه تنها در ایران خودمون بلکه در تمام عالم. و برنامه هایی که داشتیم آزاد بوده و آزاد هست برای هر کس که بخواد بیاد بررسی بکنه. تعالیم دیانت بهائی آزاد هست برای هر کسی. شما حتی لازم نیست بهائی باشین و این تعالیم رو، این اصول رو اجرا کنید. از سخنان حضرت عبدالبها هست که وظیفه شما همیشه باید خدمت به دیگران باشه و پیروزی شما پیروزی دیگران است. و میفرمان که در حل این مسائل خیلی مهم است، که میفرمان که اگر که اجازه بدین من به خود پیام هم خواهش میکنم بفرمایید اشاره بکنم. در این میفرمان که تحقق عدالت اجتماعی در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و در اکتساب خصایص معنوی کوشا باشند. همونجور که فرمودید اینا دوره‌های مطالعاتی یا حلقات مطالعاتی هستن که بله. تمام افراد جامعه که اتفاقا مختص به بهائیان نیست، تمام افراد میتونن در این دوره‌ها شرکت کنن و یک دوره آموزشی هست که اینها بر اثر سالها تجربه به اصطلاح این کتاب‌ها نوشته شده و در واقع ایجاد شده. آغازش کجا بوده این دوره‌ها؟ آغازش حدوداً در کولومبیا، آمریکای جنوبی. آمریکای جنوبی. بله. به اصطلاح تجربه این دوره از کولومبیا آمریکای جنوبی شروع شد و از اونجایی که نتایج بسیار مفیدی از اون تجربه حاصل شد، به این صورت مدون شدن این
تجربه ها و الان در تمام دنیا بله برگزار شده و میدونم که به زبانهای بسیار مختلفی ترجمه شده این بله. کتاب ها بله دقیقا و همچنین هدف این دوره ارتقا و بالا بردن ظرفیت افراد برای خدمت به جامعه و تغییر و ایجاد جامعه بهتره و اعتقاد به این که تک تک افراد جامعه صرف نظر از طبقه، تحصیل، نژاد همه میتونن در مشارکت به در ساختن جامعه بهتر کمک کنن و همه این توانایی و این ظرفیت رو دارن. این اعتقاد رو تقویت میکنه در افراد. شما چطور به بچه‌ها تعلیم میدید؟ یعنی چه موادی رو تعلیم میدید تا اینکه این بیداری وجدان رو در این کودکان به وجود بیارید؟ بله بهشون اول از همه هم به خودشون و مادراشون که این بچه ها رو میارن این کلاس یاد میدیم که تو زندگی خودشون تماشاچی نباشن بلکه آستیناشون رو بزنن بالا و سفت و سخت کار کنن که دنیای بهتری برای دیگران و برای خودشون بسازن. برای نمونه ما درسایی که به این بچه ها یاد میدیم عدالت یادشون میدیم، مثل سخاوت و احترام و شکرگزاری و صبور بودن و با محبت بودن و شجاع بودن و مهمترین از همه این درس ها و پایه درس همین درس هایی که یاد میدیم اینه که راستگو باشن و درست باشن. سن این بچه ها در چه محدوده ای هست گویا خانم؟ بله این بچه ها 3 تا 6 سال هستن و این درس ها رو ما با دعا مناجات و شعر و موسیقی و نقاشی و کاردستی و نمایش که مناسب با این سن این بچه هست بهشون یاد میدیم و یکی از بزرگترین هدفهای ما در این کلاس اینه که این درس ها این چیزهایی که یاد میگیرن و تو زندگی خودشون این بچه ها عمل بیارن. ما سعی کنیم قلب خودمونو و قلب های کسانی که دوست داریم بهشون عشق می‌ورزیم نزدیکتر کنیم به خدا. میتونیم به صورت هفتگی جلساتی داشته باشیم، فقط جلسات دعا و نیایش، یا اینکه میتونیم شخصا بریم دوستان و آشنایمون رو با همدیگه بشینیم و یه دعایی رو با هم تلاوت کنیم و راجع بهش تعمق کنیم، صحبت کنیم. در حقیقت تصمیماتی به وسیله کسانی که مشکلاتی ندارند و راحت زندگی میکنند در خلا گرفته میشه برای جواب گو بودن به مشکلاتی که مردم و در کشورهایی که در حال توسعه هست یا کشورهای فقیر یکی از مشکلات این هست. یکی دیگه دوباره از خب برای حل این مشکل باید چه کار کرد؟ برای حل این مشکل عامه مردم باید شرکت کنن در مشورت و اینکه آیا مشکلات چی هست و چطور میشه این مشکلات رو حل کرد و دست در دست تعلیم و تربیت. شما توجه کنین بیشتر کشورهایی که تحصیلات بالا هست یا بیشتر مردم با سواد هستند این مشکلات خیلی کمتر هست. تقریبا تمام ممالکی که در فقر و بدبختی دارن به سر میبرن علتش اینه که میزان تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش خیلی پایین هست. به طور کلی ورود زنان در صحنه تصمیم گیری بزرگترین تحول تاریخ بشر هست. زن داره میاد صحنه و اون خصوصیات مهر مادری، شفقت و حس اولادپروری و محبت و خدمت که جزء خصوصیات زن هست میتونه یک ساختار جدیدی رو در دنیا بنا کنه. مطلب سوم میخواستم بگم که زنان یعنی ندای تساوی زنان و مردان نخستین بار از ایران بلند شد. یعنی 160 سال پیش حضرت باب اعلام کرد که زن باید آزاد باشه. زن مساوی مرد هست. خب
بینندگان عزیز، این بود بخش‌هایی از برنامه‌های برای فردای 1389 خورشیدی که در پاسخ به پرسش‌ها و پیشنهادات شما عزیزان بود. دوستان عزیز، اگر مایل هستید این برنامه‌ها رو دوباره مشاهده بکنید، میتونید رجوع بفرمایید به تارنمای نوین تیوی. همه این برنامه‌ها در آرشیو این مجموعه برنامه‌های برای فردا گذاشته شده. شما میتونید اونجا برنامه دلخواه خودتون رو انتخاب بکنید و دوباره ملاحظه بکنید. دوستان عزیز، در پایان برنامه مایل هستم که چند ایمیل از ایمیل های دریافته رو با شما عزیزان در میون بگذارم. البته همینجا هم پوزش می‌طلبم از دوستان عزیزی که سعی می‌کنن تلفنی با ما تماس بگیرن ولی خطا یا مشغول هست و یا اینکه متاسفانه قطع میشه، ولی درخواستمون از شما عزیزان این هست که همچنان ادامه بفرمایید، سعی بکنید که با ما در تماس باشید. همیشه خوشحال میشیم که با شما عزیزان صحبت بکنیم و از خواسته ها و نیازهای شما و پیشنهادات و همینطور انتقادات سازنده شما عزیزان آگاه باشیم و مطلع بشیم. البته اینو یادآور بشم که دوستان عزیز، این برنامه ها به صورت زنده پخش نمیشه، بنابراین اگر تماس میگیرید که بتونید با میهمان برنامه در حین پخش برنامه صحبت کنید، این امکانش نیست، ولی اگر پرسش های خودتون رو بگذارید برای ما سعی میکنیم که برنامه هایی رو تهیه بکنیم در پاسخ به این پرسش ها. همینطور این خواهش رو دارم از شما بینندگان عزیز که وقتی که پیامتون رو میگذارید حتما نحوه تماس رو هم ذکر بفرمایید. شماره های تلفن شما نمیفته روی پیغامگیر ما یا روی دستگاه تلفن ما، بنابراین حتما شماره تماس رو بفرمایید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم. بعضی از عزیزانم این شکایت رو دارن که ما هرچی تماس میگیریم شما گوشی رو بر نمیدارید. البته اگه خطا مشغول باشه دیگه معذور هستیم، ولی این تفاوت ساعتها رو هم در نظر داشته باشید و همینطور که اینجا شنبه ها و یک شنبه ها آخر هفته هست. خب، یکی از بینندگان عزیز که به نظر میاد از ما اطلاعات بیشتری رو خواسته بودن و یا کتابی رو خواسته بودن و براشون ارسال شده بود، در ایمیلش می نویسه که با درود، بسیار ازتون ممنونم، قطعا به مطالعه آن خواهم پرداخت و باعث افتخارم می باشد که با اندیشه های شما هموطنان عزیزم آشنا شوم. تأسف و همدردی مرا به علت محدودیت ها و آزارهایی که فقط به خاطر عقیده و اندیشه برخلاف مبانی اعلامیه حقوق بشر به شما دوستان بهایی من قائل می شوند بپذیرید. ممنون از شما سعید عزیز که این ایمیل رو برای ما فرستادید و ممنون از بسیاری از شما بینندگان عزیز که این احساس همدلی و همدردی رو می کنید. یکی دیگه از ایمیل هایی که دریافت کردیم از دوستی عزیز که اسمش حمید هست. حمید نوشته: خیلی ممنون، تشکر از شما، من بینندتان هستم. جالب است، با تشکر فراوان. اگر کسی بخواهد که اگر ما یک همسایه بهائی داشتیم را اذیت کند، اجازه نمی دهیم، ارادت داریم. ما هم به هموطنان عزیزی مانند شما عزیزان که این چنین احساس می کنید و این تفاوت های اندیشه و مذهب و عقیده رو ارج می نهید و تعصبات رو کنار می گذارید و از هموطنان عزیز خودتون حمایت می کنید، افتخار می کنیم. و یه بیننده دیگه ما نوشته که ممنون از لطف شما، در حقانیت شما همین بس که با اولین ایمیل جوابم رو دادید. امشب به عشق یافتن حقیقت تا سحر بیدار میمانم تا آتش سیری ناپذیر آگاهی رو التیام دهم. مثل اینکه امروزها تماس گرفتن با رسانه ها خیلی مشکل و سخته یا اینکه جواب دریافت نمیشه. ممنون از شما بیننده عزیز، ما هم سعی و کوشش خواهیم کرد که هر چه زودتر بتونیم به ایمیل های شما عزیزان و تماس هایی رو که با ما میگیرید پاسخ بدیم و با شما عزیزان در تماس باشید. بیننده دیگه برای ما نوشته، اسمشون سرو هست، که با درود به شما، خیلی ممنون از اینکه به نحو احسن به سوالات جواب داده شده که دیدیم.
خب و ایمیل دیگه از دوست عزیزی دریافت کردیم که نوشته با سلام و ادب و تقدیم بهترین درودها، ببخشید که مزاحم میشم، الان خوشبختانه نت راحت تر سیگنال داد. دوستان عزیز، شما هیچگاه مزاحم نیستید، همیشه مراهم هستید. این دوست عزیز نوشته من و دوستم هرچه سعی کردیم براتون پیغام بذاریم نشد، زنگ زدیم به تلفن نوین تیوی، میدونیم الان شما سر کار نیستید اما امیدوار بودیم این موقع که زنگ میزدیم بگیره، گرفت تا آمد بره روی پیغامگیر، بعد از 3-4 دفعه سعی و تلاش قطع شد. شما به بزرگی خودتون ببخشید، مزاحم میشید. البته ایمیلی مفصل نوشتند که در ایمیلشون ذکر کردند که ما اینجا همه شما و بهائیان رو دوست داریم. همونطوری که دوستم گفتند، ما فهمیدیم که بهائیان بیگناه زیر فشار هستند و نمونهش هم دوست خودمان بود که از نزدیک دیدیم، ولی اون موقع ها متاسفانه نمیدونستیم. خب دوستان عزیز، البته ایمیل ها بسیار هستند ولی فرصت کم. امیدوارم که تماس های محبت آمیز خودتون رو همچنان با ما داشته باشید. ما منتظر این تماس ها هستیم و امیدوارم که برنامه هایی رو که برای شما در این سال نو تهیه می کنیم انشالله مورد پسند شما قرار بگیره و همینطور مورد استفاده شما عزیزان. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های برای فردا، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.